سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. مهمون این برنامه من کمتر از یک ساله که مادر شدن و حالا منتظر روزی هستن که اولین کتاب رو برای دخترشون بخونن. ما بچه های خوششانسی بودیم. یکی بود که زبون ما رو بلد بود. اون مولانا خونده بود، پس میدونست که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. مهدی آذری یزدی زبان کودکی گشود و ما رو با مولانا آشنا کرد. اون میدونست قصه های پرحکمت مثنوی مولوی رو چطور از بحور عروضی و اوزان و قوافی به زبان بچه های نوسواد دبستانی ترجمه کنه. ما قصه های خوب برای بچه های خوب رو میخوندیم و شاید نمیدونستیم که داریم قصه های کلیله و دمنه و مرزبان نامه و قابوس نامه و گلستان رو میخوندیم. سواد نیمبند ما رو چه به این خزان و گنجینه های ادب فارسی. آذری یزدی بود که این متن‌ها رو شیرین و گویا و ساده هضم بازنویسی کرد تا بچه های خوبم بتونن قدر سوادشون از قصه های خوب نصیب ببرن. اون با نوشته هاش برای بچه های مدرسه این نردبانی ساخت تا قد کوچولوشون به قله های ادب فارسی برسه. برنامه امروزمونو تقدیم میکنیم به مرحوم مهدی آذری یزدی که با کتابهاش ادب و حکمت رو به دنیای کودکانه ما برای ادیبی که زبان کودکی میدانست، برای مهدی آذری یزدی. امضا کتاب باز. خانم یکتا ناصر، به برنامه کتاب باز خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون، مرسی. تا حالا فکر کردین اولین کتابی که در آینده میخواین برای صوفیا بخونین چه کتابیه؟ نه واقعا به اون معنا، ولی بیشتر دوست دارم که عادت به کتاب خوندن و به شکل شاید بیشتر غیر مستقیم بهش آموزش بدم. یه کتاب قدیمی خودم دارم که مال دوران بچگیم بوده، برام یادگار مونده، شنل قرمزی. همونایی که صفحات زخیمی داره. آره، مقوایای مقواهای قطوریه. آره. شنل قرمز قرمز. آقا گرگه و مادر بزرگ و. آره نمیدونم چرا انقدر اون کتابو تو بچگی دوست داشتم. آره خیلی دارم خوش آب و رنگیه. آره خوشگلیه و دختر بچه داره. دختر بچه هم که اصولا عاشق دختر بچه های خوشگله، با لباس های خوشگل و اینا. اونو دارم، الانم اتفاقا گهگداری بهش میدم باش بازی بکنه. هنوزم خدا رو شکر آسیبش نرسونده. صوفی الان 11 ماهشه، درسته؟ بله. چجوری میخواییم بهش عادت مطالعه به صورت غیر مستقیم رو آموزش بدید؟ شاید چون رو خود من این موضوع خیلی جواب داده، احتمالاً این کار رو حتما انجام بدم. و اونم اینه که من زمانی که حالا حافظم یاری میکنه و بچه بودم، پدر مادرم خیلی کتاب خون بودن و میدیدم که مثلا یه کتابی رو مامانم شروع کرده اول، بعد پدرم منتظر زودتر مامانم به اتمام برسونه اون کتابو و بابام شروع کنه خوندنش. و به خاطر همین از دیدن اونها که مطالعه میکردن خودم خیلی تشویق میشدم. بنابراین حتما این کار رو چه بخوام نخوام، چون کتاب خوندن یکی از عادات جذاب زندگی منه و قاعدتا صوفیام میبینه. خانم ناصر، شما از چه سنی خودتون کتاب میخوندید؟ از اونجایی که یادمه واقعا شاید از زمانی که خودم خوندن و بلد شدم. حتما قبلش هم خب برام میخوندن، ولی از همون دوران ابتدایی که به هر حال
کمی یاد گرفته بودم خوندن رو شروع کردم. اولین کتابی که خوندین یادتون میاد چی بود؟ نه واقعا یادم نمیاد. اولین کتابی که خیلی دوست داشتین و تأثیر گذاشت تو ذهنتون و یادتون میاد چی بوده؟ میگم یادم نمیاد به دلیل اینه که خب وقتی که برای ما کتاب می‌خریدن معمولا دو سه تا کتاب بود و اون دو سه تا کتابای کم حجم کوچکی بود که همه شاید با هم دیگه خونده می‌شد، یا شاید به این دلیل اولینش رو یادم نیست که خب حافظه بچگی آدم معمولا یک سری نقاط مشخصی توش در آینده روشن می‌مونه، به خاطر همین اون اولینه به این شکل یادم نیست، ولی گفتم بهتون اون کتاب شنل قرمزی که الان هم دارم و خب اون خوب یادمه، و البته کتابایی مثلا اون چنینی، مثلا آلیس در سرزمین عجایب و حالا اون موقع این کتابایی که بود، ولی اون چیزایی که دیگه خودم میتونستم برم بخرم یادمه یه دوره های قصه های خوب برای بچه های خوب بود که البته دیگه مال بچه های بود که دیگه کامل یاد آذر یزدی. آره چه خوب شد گفتین چون من یادم رفته بود و الان هم کتاباشو ندارم. خیلی کتابای خوبی بود. آره یه دوره بود. بله از ادب فارسی در واقع یه بخشایشو مثلا قصه های خوب برای بچه های خوب گلستان، قصه های خوب برای بچه های خوب مثلا بیهقی، از شاهنامه، از در واقع بزرگان ادب و ساده میکردن قصه ها رو جوری که بچه ها بتونن بخونن و یاد بگیرن. یا مثلا یادم کیهان بچه ها بود اون موقع و حالا اونم توش هم داستان داشت و هم سرگرمی داشت، اونم خیلی دوست داشتم. و بعد این سیر مطالعاتی چجوری ادامه پیدا کرد؟ دیگه مثلا توی دوره های نوجوانی خب آدم یه ذره میل به قصه خوندن شاید توش بیشتر میشه و طبیعتاً آدم دوست داره بیشتر رمان بخونه و قصه هایی که شاید خیلی بار احساسی بیشتری داره و خیلی وقتا هم شاید بزرگترها نهی بکنن بچه ها رو از خوندن اونا، حالا به یه دلایلی نمیدونم، من صوفیا به اون سن برسه میتونم نظر بدم ببینم که میتونم منم بگم نه اینا رو باید بخونی یا اینا رو نباید بخونی، طبیعتاً همیشه هست یک حریمی باید وجود داشته باشه، ولی خب توی اون سنم خیلی قصه های شاید بگم عامه پسند بیشتر دوست داشتم. البته ما یه سری کتاب خونمون داشتیم که شاید یه زمانی خیلی مناسب خوندن یک بچه نبود، مثلا من یادم پدر مادرم کتاب خواجه تاجدار رو میخوندن، کتاب دو جلدیه که ترجمه آقای ذبیح‌الله منصوریه، سینوهای پزشکی مخصوصا. آره سینوهای بود. آره یه دوره فکر میکنم خوندن این کتابا باب شده بود، یا مثلا جراح دیوانه، کتابایی که شاید من مثلا راهنمایی بودم، خداوندان علموت. بله و اینا رو من اون زمان خوندم، البته که خب طبیعتا خیلی روم نه تاثیرگذار بودن نه خیلی میفهمیدم، ولی انگار میخواستم بگم من اینا رو دارم میخونم و من بچه بزرگیم و توی به خصوص سن نوجوانی آدم دوست داره. کتاب های بسیار خوشخوانی بودن که آره. و شیرینی که وقتی شروع میشد خیلی روان پیش میرفت و میخوندن دیگه. آره ولی میگم خیلی اون موقع شاید مثلا اگر من بزرگتر بودم طبیعتاً بهتر میتونستم درک کنم و تأثیر بهتری بگیرم، ولی هم اونا فکر میکنم بی تأثیر نبود در اینکه من راغب بشم به کتاب خوندن. خیلی ها با اون کتاب ها کتاب خون شدن چون لذت خوندن رو تجربه کردن. بله لذت بله. خوندن، لذت اینکه یه کتاب حجیمی چه دنیایی رو برای آدم میسازه، چه جهانی رو میسازه و آدم وارد اون جهان که میشد، خب جهان لذت بخشیه دیگه داستان و رمان. خیلی. شاید به خاطر همینه که مثلا من همین الانم از خوندن رمان‌های طولانی و طویل حتی مثلا چند جلدی لذت بیشتری میبرم، بیشتر مثلا سعی میکنم که قصه های کوتاه یا رمان های کوتاه‌تر رو بذارم برای زمانی که سر کارم. مثلا میدونم الان یه روب کار ندارم که بتونم توی اون دوست داریم وارد جهانی بشین و بمونین و باش زندگی کنین و باش بالا پایین برین. آره خیلی دوست دارم. مثلا توی یکی از بزرگترین
کارهایی که توی دوران بارداریم انجام دادم خوندن در جستجوی زمان از دست رفته بود. تمام هشت جلدش رو خوندیم. یه جلدش خوب. یک جلدش مونده دیگه، یعنی چون فارغ شدم. من شنیدم یه چیزی که حالا میذارم تو بخش بعدی از تو میپرسم، یه جمله یه که شنیدم الان خیلی خوب شد که این از شما بپرسم، چون بر خودم سواله. چایی میل میفرمایین یا دمنوش؟ دمنوش. دمنوش. من الان میرم براتون یک دمنوش گوارا میارم و بعد سوالامو میپرسم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان برنامه کتاب باز. بنده آیدین لاهور هستم، کارشناس بازی های فکری و کودک در حوزه کتابخانی. میخوام با شما کمی حرف بزنم. یکی از موارد خیلی مهمی که متاسفانه توی بخش کودک یا فرزند پروری والدین ما جا نیفتاده، وجود کتاب در محیط خانه های ما. روشی که من میخوام بهتون بگم از دوره بارداری شروع میشه، از زمانی که نطفه شکل میگیره، حدوداً فهمش تا حدودی شروع شده، شکل گرفته، ما باید شروع کنیم. هم مادر هم پدر باید شروع کنم برای بچهشون کتاب بخونن. ما بعضی وقتا به بعضی از والدین میگیم، تعجب میکنن، حتی بعضیشون میخندن. چرا که نه، من دارم هم خودم رو آماده میکنم برای کتابخوانی و هم دارم فرزندم رو آماده میکنم برای اینکه کتاب بخونه. شروع میکنیم با شعر، شعرهای ساده شروع میکنیم برای نوزادمون که توی شکم مادرش هست، هم توسط پدر هم توسط مادر شروع میکنیم میخونیم. آقا نمیشه ما صوت بذاریم شعر باشه بچه‌مون بشنوه؟ نه، مهمترین صدا، بهترین صدا برای نوزاد من صدای مادرشه. ما تا وقتی که از نظر علمی بخوایم بگیم، تا وقتی که این خانممون نتونسته جمله سه کلمه‌ای بگه مامان بیا بریم، تا نتونسته اینو بگه باید من شعر بخونم. شعری که میخونم خیلی مهمه. شعر میخونم دیگه از روی این؟ نه، شعر رو اینجوری نباید بخونم، شعر رو باید با اشارات بخونم. میگه مثلا پرنده آهنی، دوتا دستم رو وا میکنم، با دوتا بال زیبا پر میزنی تو ابرا، میری اون بالا بالا، کاشکی با تو میرفتم تا خونه ستاره. بله، دختر من تونست جمله سه کلمه ای بگه. شروع میکنم قصه هایی رو میخونم براش که در حد سنش باشه. مثال میگیم، ما میگیم شما میخواین چی بخونین؟ شنگول و منگول. من بیام برای بچه اینقدر شنگول منگول بگم آره گرگه اومد نمیدونم شنگول و خورد منگول و خورد، به دردش نمیخوره. فردا میای به من برمیگرده میگه آره بچه من میترسه. بچه گناهش چیه؟ من انتخاب درست نکردم، من برای چیز خوب نخوندم. هدف ما این هست جامعه سالمتری داشته باشیم برای آینده فرزندانم. سوالی که داشتم اینه که من یه جایی خوندم که در جستجوی زمان از دست رفته اثر سترگ مارسل پروست یه جوریه که با ترجمه خوب آقای مهدی صحابی ترجمه شده،
چاپ شده، یه جوریه که آدم وقتی میخونه احساس میکنه زندگیش به دو بخش تقسیم شده، قبل از خوندن این کتاب و بعدش. یعنی اینقدر رو آدم تاثیر میذاره. برای شما این جوری بود؟ در این که خیلی کتاب جذابیه تردیدی نیست، ولی شاید یکی از دلایلش این باشه که واقعا خب کتاب طولانی و حجیمیه و خب خوندنش هم مثل مثلا خوندن قصه های خیلی شاید عامه پسند که تو بتونی سریع رد بشی و سریع تمومش کنی نیست واقعا. خب شخصیت های متعددی داره و خیلی وقتا باید رجوع کنی و اون بخش راهنمایی که آخرش از اون خودش یه بخش مفصلیه. یعنی راجع به مثلا یک نقاشی صحبت شده، اون انتهاش راهنماییش توضیح داده که این نقاشی اصلا چی بوده، یه وقته مثلا حتی غلط بوده اشاره‌ای که شده بنا به دلایل مختلف. به خاطر همین خیلی طول میکشه خوندنش و خیلی تمرکز میخواد. شاید به همین دلیله که واقعا آدم باید زمانی خوندنش رو آغاز بکنه که یک فرصتی داره. آره یک دوره‌ای که میدونی خیلی تمرکز تو چیزی روزمره به هم نمیریزه. بعد شما هفت جلدشو خوندین یه دونهشو نخوندین؟ آره سوفیا به دنیا اومد راستشو بخواید به همین دلیل. آره و از اونجایی که خب الان یک جلدشو خیلی برام مهمه دیگه، میخوام یه همچین کار رو به اتمام برسونم، دوست دارم که یه ذره فرصتی باشه که بخوام مرور کنم. و از اونجایی که همه کسایی که بچه دارن میدونن که به خصوص اون اوائل انقدر خود بچه داشتن زندگی آدم رو دگرگون میکنه و تغییرات به وجود میاره و یک بخشش هم شاید خیلی جذاب نباشه و فقط خود شیرینی بچه است که باعث میشه آدم بتونه از اون در واقع دوست داشتنی هاش بگذره. برای همین گذاشتم یه فرصتی که یه ذره تایمم زمانم در اختیار خودم باشه. ولی خیلی وقت نیفته، چون اگه یادتون بره بخواین از اول بخونین باید هفت جلد دوباره بخونین. نه خدا رو شکر من یه عادتی دارم و اونم اینه که بخشایی که دوست دارم توی کتابا معمولا این کارو میکنم، زیرش خط میکشم. به خاطر همین یه وقتایی که مثلا به هر دلیلی یه کتابی برام نصفه میمونه اینا، اون جایی که خط کشتم وقتی میخونم خب برام تداعی میشه و یادم میاد. اصولا اهل دوباره خوندن کتاب هستی؟ یعنی کتابی رو دوباره آره. خونده باشی؟ آره دوست دارم. ممکنه که بعضی کتابا برام پیش اومده، مثلا خب فکر میکنم این موضوع برای خیلی پیش اومده باشه، مثلا 100 سال تنهایی رو خب توی دوره خوندم، دوباره که خوندم با یک دید دیگه خوندم. ولی خیلی وقتا هم که فرصت نمیشه همون خطوطی که زیرش خط کشیدم به اونا مراجعه میکنم، هم خیلی دوباره برام چون خیلی آدم عصبی میشه، مثلا میبینی یه کتابی رو خوندی چرا هیچی یادت نیست، بعد دوباره که شروع میکنی به دیدنش و همون جاها رو کلیدی ها رو نگاه میکنی، هم مزیتی که داره اینه که هم قصه یادت میاد، هم سوژه یادت میاد که چی بوده. و همین که من یه عادت دیگه هم دارم اینه که می نویسم مثلا هر کتابی رو تقریبا تو چه دوره یا چه سالی خوندم، می فهمم که اون زمان یا اون دوره چه چیزایی آره برام دغدغه بوده و خیلی از جاها رد پای اون نوشته های تاثیرگذار رو تو ادامه زندگیم با وجودی که خود نوشته یادم رفته قشنگ میبینم که این تاثیر این بوده که من. بعد کتابی اگه دوست نداشته باشی نیمه کاره رها میکنی؟ الان دارم سعی میکنم این کار بکنم. آفرین، منم فکر میکنم این کار خوبیه. آره برای اینکه یه زمانی خیلی عذاب وجدان میگرفتم. آره آخ منم همینجور الانم دارم نه من ندارم. ولی از وجدانه رو دارم ولی دیگه نه به اون شدت، چون احساس میکنم که وقت کمه. آره هم وقت کمه هم که احساس میکنم وای چقدر چیز هست که من باید بخونم. بله. هی دارم روزامو از دست میدم. بله. به احساس مشترک شما خیلی خیلی آخه اینقدر الان خوشبختانه کتاب خوب و مطلب خوب زیاده که آدم اگه پیدا نمیکنه اون چیزی رو که داره دوست داره یا دنبالش میگرده خب میره سراغ بعدیه. برای من اینجوری شده. یه خیلی وقتا برای من مثلا الان اینطوریه، مثلا یه زمانی دوست دارم، الان دوست دارم رمان بخونم، الان دوست دارم مثلا یک کتاب فلسفی بخونم. نویسنده مورد علاقتون کیه؟ خیلی ها واقعا میشه هی بگین. میلان کوندرا رو خیلی دوست دارم. به به کدوم کارشو؟ جاودانگی رو اصلا بیشتر دوست دارم و اصولا دیدگاهش رو، چون مقالاتش هم خب خیلی خوندم، به تزکیه رسیده، نمیدونم شاید اونو خیلی دوست دارم.
ژان پل سارتر رو خیلی دوست دارم. این جدیتی که توی نوشتارش هست، توی نمایشنامه‌اش هست. یه دوره ما یه نمایش کار می‌کردیم که کارگردانش منوچهر هادی بود. مردگان بی کفن و دفن رو کار می‌کردیم از ژان پل سارتر که من همیشه دوست داشتم نقش لوسی رو توی اون نمایشنامه بازی بکنم که یکی از معدود بارهایی بود که چیزی دوست داشتم بازی کنم و این اتفاق افتاد و خیلی هر شب واقعا بازی کردنش برام لذت بخش بود. تقریبا میتونم بگم ژان پل سارتر خیلی کتاب داره، خیلی نمایشنامه داره. من نمیدونستم که آقای منوچهر هادی همسرتون کارگردان تئاتر هم کردن. همون یه تئاتر رو کارگردانی کرد. خب خیلی تئاتر بین حرفه‌ای بود و دوست داشت. منم این نمایشنامه رو بهش معرفی کرده بودم و اونم خب خیلی دوست داشت و به نظرم خب با حال هوای آدم‌ها و جامعه ما سازگاری داره. معمولا آدم نمایشنامه‌ای که دوست داره و دوست داره کار کنه چیزی که به هر حال به یک دلیلی با روز جامعه‌اش تطبیق داشته باشه به یک نوعی، حالا از نظر روانی، از نظر اجتماعی، هر چیز دیگه کنه. ولی به هر حال ما این نمایشی که کار کردیم، من چند تا کتاب از سارتر خونده بودم ولی همون کار باعث شد که توی اون فرصت تقریبا میتونم بگم 70-80% کتابای دیگه‌اش هم خوندم و خیلی برام اتفاق خوبی بود. یعنی یکی از لذت بخش‌ترین دوره‌هایی که کار می‌کردم اون زمان بود، به دلیل اینکه احساس می‌کردم خب این نمایش در واقع فرصتی شد یا برای من انگیزه‌ای شد که بخوام از یک نویسنده یک مجموعه ای رو بخونم و شاید بتونم دید بهتری راجع به اون آدم و اون شخص داشته باشم و راحت تر با باز بگید. تو کارهای سارتر کدومو بیشتر دوست داشتیم؟ خیلی نمایشنامه های خوبی داره. گوشه‌نشینان آلتونا، نکراسوف، شیطان آره، خدا. آره نمایشنامه هاشو خیلی دوست دارم و اون کتاب معروف فلسفیش که اگه اسمش سعی میکنم یادم بیاد هستی و نیستی فکر میکنم. بله هستی. بله اونم خیلی دوست داشتم، اونم خیلی برام خوندنش سخت بود چون مجبور بودم که هی رجوع کنم به جالب که یه نمایش باعث شد شما اینقدر کتاب بخونید و بعد علاقه منتر بشید و به این آدم همه رو بخونید. و البته مصاحبه هم که خانم سیمون دو بوار با البته کتاب دیگه اون وقت سارت محسوب نمیشه ولی اون کتاب هم خیلی جذاب. خاطرات سیمون دو بوار؟ نه یک کتابیه که مصاحبه کرده با سارت و خب توی اون گفتگوهام خیلی نکاتی در مورد کتابش اشاره کتابای دیگه‌اش اشاره کرده که همونا کمک اتفاقا آدم وقتی پیرامون یک نویسنده میخونه بعد علاقه‌مند میشه که آثار اون نویسنده رو دقیق‌تر بخونه چون انگار اون آدم رو میشناسه و حالا میخواد ببینه اون آدم چه جوری مینوشته. یعنی این دوتا همیشه رو هم اثر دارن. آره. گفتین که وقتی که این نقش رو بازی کردین این جزو معدود دفعاتی بود که یه نقشی رو دوست داشتید از یه نمایشی رفتین همون رو بازی کردین. میشه به ما بگین که دیگه چه پرسوناژ هایی بوده، چه کاراکتر هایی بوده، چه شخصیت هایی تو کتاب ها بوده که دوست داشتین شما اون نقش رو بازی کنید؟ خیلی واقعا تعدادشون زیاده چون مطمئنن همه کسایی که اهل کتابن حتی اصلا ربطی هم شاید خیلی به بازیگری نداشته باشه. وقتی تو کتابی رو میخونی ناخودآگاه خودت رو جای شخصیت‌های مختلف می‌ذاری، ناخودآگاه جهان اونا میشه جهان تو. ولی مثلا چیزی که باز شاید یادمه مثلا آنا کارنینا باشه. یه کتاب جدیدن خوندم اسمش هست راهنمای مردن با گیاهان دارویی. این دمنوشه که شما زحمت کشیدین و دیدم یاد اون کتاب افتادم، شاید چون چند ماهیه از خوندنش میگذره. نقش دوتا خانم توشه که خیلی جذابه، یک مادر و دخترن و خب خیلی برام جذاب بود ولی معمولا برام پیش میاد. من این کتابو نخوندم ولی الان یه ذره میترسم اگه این درموشه رو. داستان اینه که با گیاهان دارویی میان و نه کسی رو نمیکشن اصلا. جدی؟ یعنی من با خیال راه. اسم کتابه ولی همون بعضی کتابا دیدین اسمش خیلی بله جذابه. یعنی من این کتاب از اون کتابات
بود که با نویسندش آشنایی قبلی نداشتم و خیلی ذهنیتی نداشتم، ولی خود اسم کتاب واقعا باعث شد که بگیرمش. ما این دمنوشمون صحیح و سالمه و تازه برای تقویت قلبم خوبه، یعنی اصلا قرار نیست با این کسی رو از بین ببریم. اینه که میل بفرمایید و بعد بریم سراغ بخش بعدی گفتگومون. مرسی. خانم ناصر، کتاب قرض میدین؟ معمولا نه. چرا؟ چرا به آدمایی که خیلی دوستشون دارم شاید بگم این کارو میکنم، ولی یا شاید تقریبا بخوام مطمئن باشم که حتما پسش میگیرم، چون اشاره کردم کتابم خیلی دوست دارم و چون برام یادآور دوره‌ها و خاطراتن و یه جوری تعصب دارم دیگه، یعنی شاید بگم عزیزترین چیزهایی که دارایی کام توی زندگی بدونه واقعا. کتاباتون به جونتون بسته است؟ آره، برای همین نه کسی میتونه به کتابخونم دست بزنه، نه جابجاشون بکنه، یعنی خودم یک ترتیبی براش چیدم که و از اون کارم لذت میبرم. یعنی مثلا ما اگر که احیانا جا به جا بشیم، خونمون رو عوض بکنیم، کمی به تازگی هم این کار کردیم. مبارک باشه خونمون. متشکرم. یکی از جذابترین کارا و وقتگیرترین کارا برای من چیدن کتاب خونمه. و آقای منوچهر هادی عزیز ما هم کتاب خون هستن؟ آره، البته منوچهر بیشتر یعنی وسواس منو تو کتاب خوندن نداره. البته اون وسواسی که من دوست دارم میگم الان بذارمش کنار، بگم مثلا اگه کتابی جذبم نکرد به هر دلیلی کتاب دیگه شروع کنم، معمولا راحت تر میتونه اگه چیزی دوست نداشت کنارش بذاره. و خب اخیراً هم با توجه به فرصت بیشتری که من دارم و منوچهر بیشتر فیلم بینه، من بیشتر کتاب خونم، برای همین یه ذره به هم دیگه باید معرفی کنیم. یعنی اون منو مثلا میگه این فیلمو حتما ببین و منم میگم اون رو. چه تقسیم وظایف خوبی کردی. میدونم که آقای هادی الان درگیر کارن، ولی لطفاً سلام ما رو برسونید و بگین حتما یه دفعه بیان برنامه ما درباره فیلم و کتاب حرف بزنیم. فکر کنم خیلی خوب باشه. من یه ذره تعصبم بیشتر روی کتابه. من چرا تحصیلش بیشتر روی فیلمه. پس ما منتظرشونیم اینجا که ببینیم آقای هادی چه کتابایی میخونن، چه فیلمایی میبینن. ما یه بخش توی برنامه‌مون داریم که سه تا تصویر به مهمان عزیزمون نشون میدیم و خواهش میکنیم که یه داستان یا یادداشت درباره این سه تا تصویر بنویسن. میشه خواهش کنم شما هم بیاین و این تشریف بیارین؟ ببینید اینم ما فکر میکنیم خیلی کار مهمی کردیم که دکورمون اینجوری حرکت میکنه. خیلی بله. با این دکور تالار وحدت پوز میدیم. این سه تا تصویره. یه توپی که پلاستیکی از اینا که بچه ها تو محل باش بازی میکنن، دو پوسته هم هست. نردبانی که رفته به بالا به آسمان و یک صندلی راحتی که مثل گهواره تکون میخوره، راکینگ چیر. قصه بسازم باش؟ قصه، جمله، داستان، تصویر، حس، هر چی که خودتون راحتی. نه 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 نگید، بفرمایید اونجا پشت میز قلم و کاغذ برای شما. بنویسم باش. صندلی و نردبان، توپ دولایه یا اصلا توپ، هر جوری که خودتون راحت تر بودید. بفرمایید، خواهش میکنم. از شما هم خواهش میکنم بر اساس این سه تصویر برای ما داستان بنویسید و با هشتگ نما داستان به اشتراک بگذارید. خسته نباشین. ممنون. تموم شد دیگه؟ بله. اگه میخواستم بنویسم که بعد همجوری تا آخر یه در جستجوی از زمان از دست رفته دیگه. آره عادت کردم. ولی لطفا بخونین برای ما.
چشم. خیلی ممنون. 12 آبان سال 1430 بود و من در صندلی راحتی در کنار شومینه تاب می‌خوردم و ما بین خواب و بیداری پرسه می‌زدم. سالها پیش پدر و مادری عاشق در صبح چنین روزی صاحب دختری به نام یکتا شده بودند. من تصاویر به دنیا آمدنم را از زمان جنینی تا آن روز می‌دیدم و بچگی خود را مرور می‌کردم، از دوران مدرسه و بازی‌های کودکانه تا فوتبال بازی با همکلاسی‌های دوران راهنمایی و توپ‌های دولایه‌ای که انگار حالا تبدیل به یک شیء تاریخی شدند. از آن هم گذشتم تا رسیدم به یک نردبان بلند رو به آسمان که انگار باید از آن بالا می‌رفتم تا به انتهای یکتا برسم، ولی من نرفتم. عالی بود، خیلی خیلی خوب تو این زمان کم، خیلی عالی بود. خانم ناصر، ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم بفرمایید و به انتخاب خودتون یکیش رو انتخاب کنید و به یادگار از ما به عنوان هدیه بپذیرید. همش رو اگه اجازه بدین نگاه کنم. بله بله بله. خیلی سخت شد مثل اینکه. آره، من دنبال سعدی بودم چون پدر من خیلی به سعدی علاقمنده و گلستان سعدی رو حفظ بود. واقعا؟ آره، کلش رو حفظ بود. ولی الان چون نیست، خودم جلال آل احمد رو خیلی دوست دارم. خدا رحمتشون کنه پدر. بله، بخاطر همین اگه اجازه بدین. بسیار هم عالی. شما اگه بخواید هدیه به کسی کتاب بدید، از کی کتاب هدیه میدید؟ فکر میکنم بستگی به اون آدمی که میشناسم داره. یه ذره سخته برای به آدمایی که وقت خیلی کتاب خونن، وقتی میخوام کادو بدم خیلی برام سخت‌تره، برای همین معمولا براشون یادداشت نمی‌نویسم ببینم دارن یا نه. قطعاً بستگی به سن اون آدم یا چیزهای دیگه داره. ولی اگر بخوام همینطوری خانم این کتاب در جستجوی زمان از دست رفته رو خانم لیلا زاره دوست همکار عزیزم به من هدیه دادن که هم ازشون ممنونم، هم که واقعا آدمو توی پروسه میندازه که خیلی سخته. چه هدیه نفیس و خوبه. آره، من فکر میکنم که همینطوری اگه بخوام فکر کنم، من داستایفسکی هم یکی از کتابای مورد علاقمه، یعنی یکی نویسندهای مورد علاقمه. و مثلا خودم الان اخیراً که مثلا تا چند ماه پیش برادران کارامازوف رو خوندم که خیلی هم دوست داشتم و فکر میکنم که همچین چیزی. بسیار هم عالی. از حضورتون خیلی تو این برنامه ممنونم. خیلی خیلی متشکرم. منتظر آقای هادی هم هستیم. لطفاً سلام ما رو به دختر گلتونم برسونید در 11 ماهگی. و آرزوی ما تو این برنامه اینه که مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم جهان بشن. امیدوارم که روزی این اتفاق بیفته. بازم از شما ممنونم و خدا نگهدار شما.